فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن، ساتلایت اکسپرس AM6، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریزیشن ورتیکال، سیمبل ریت 27500، FEC 2/3. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز 5 مرداد است و عرضم به حضور شما که 25 ماه جولای، عجب تابستان داغی است. از هر منظر که نگاه کنیم داغ است، انقدر داغ است که در ایران بخشایی از کشور رو تعطیل اعلام کردن. ورامین در جنوب شهر تهران که الان اون گذشته ها یک دهی بود در پایین شابدلعظیم و یه دشتی بود که این رودخونه های کرج و جاجرود و اینها همه سرازی می شدن اونجا و یه منطقه کشاورزی بود و جایی هم بود برای شکارچیا، چون که در میان این گفتم این آبایی که بالاخره سرانجام به این دشت می رسیدن محلی بود برای زاد و ولد پرنده ها و یا پرنده های مهاجر. شکارچیان می رفتند و شکار می کردند. یعنی دیگه اون شده منطقه از تهران و مردم در اونجا دیگه در حقیقت دهی در جنوب تهران نیست، بلکه بخشی از شهر بزرگ تهران است. گرما در اونجا میشه که رسیده به 50 درجه، نمیدونم اینجور که خبر میگفت، و خیلی داغه. خیلی اتفاقات افتاد و گفتم ما همیشه این رو تعریف کردم که من میهن تیوی در حقیقت یه رسانه خبری نیست و اساسا من در رسانه های فارسی رسانه خبری نمیشناسم، چون که خبر بایستی که خبرنگار داشته باشه، شبکه خبری، و خبر رو از محل گزارش کنن. و شما در رسانه های خودتون تو جاهای مختلف دنیا که زندگی میکنید شاهدید وقتی اتفاقی میفته میگه آقا من با خانوم فلان، آقای بهمان از فلان جا، از فلان نقطه دنیا صحبت میکنم ببینیم که او نظرش راجع به این موضوع چیه، آخرین خبرها چیه، و اینو بهش میگن خبر و شبکه خبری. وقتی در ایران ما اجازه نمیده که اساساً خبرنگار وجود داشته باشه و حتی مجله های درون ایران هم فکر نمی کنم همچین مجله های خبری باشن، همشون نشریات به طور عام، بلکه خبر از بالا میاد و اینا بایستی که اون خبر رو منتشر کنن یا به قول خودشون رو اون خبر کار کنن. اما اینکه یه آدمی بره و جستجو کنه و اینوستیگیتر باشه، چون یه بخشی از خبرنگاری همین کار جستجو است و پیدا کردن سرنخ‌هاست، یه جور مثل کارگاه پلیس میمونه، باید بره و بگرده و همه اینا رو پیدا کنه. و این اتفاق تو مملکت ما
نمیفته، هم دیگه این رو میدونن. من حرف اضافه دارم، یه لحظه اجازه بدیم من اینو درست بکنم، برمیگردم در خدمتت خواهم بود. میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید، میهن تیوی وان. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. به عرض میکردم که به همین دلیل ما از دایره اطلاعات یه جوری بیرونیم و حتی این با گذشته های دور هم مطابقت نداره. یعنی مثلا زمانی که اتحاد جمهوری شوروی وجود داشت، البته در چین همچنان هست، در شوروی امروز روسیه هم همچنان وجود داره، شاید نه به اون شدت و حدتی که فرض کنید که 50 سال پیش وجود داشت، ولی همچنان سفت میگیرن، سخت میگیرن. و ما شاهدیم که مثلا در چین یا در روسیه یه خبرنگار آمریکایی رو میگیرن، میگن این جاسوس بوده، اینجور بوده، اونجور بوده و معامله میکنن به سر جاسوسان خودشون که در دول غربی براستی جاسوسی میکنن. چون این گردش آزاد اطلاعات همیشه گفتم وجود نداره، هر کسی از ظن خودش مطلب رو تعبیر میکنه، تعبیر میکنه، هر چی اسمش هست، و اون رو به عنوان یه موضوع میاره و مطرح میکنه، در حالی که واقعیت اینه که اینا خبر نیست، بلکه یه جور گمانه است یا یه جور تحلیل خبره. متاسفانه ما محرومیم از هر منظر که نگاه بکنی، ما مردمی محروم هستیم، ولو اینکه در کشورهای آزاد داریم 40 سال داریم زندگی میکنیم، ولی محرومی، همچنان یه جامعه محروم. یکی اتفاقات که این هفته افتاد این بودش که خانم کاملا هریس که معاون رئیس جمهوره، کاندید ریاست جمهوری، خودش رو اعلام کرد و در حقیقت جو بایدن گفت من این مشعل رو به دست دیگری میدیم، و این در حقیقت جمله‌ای بودش که نماینده مجلس آمریکا از کالیفرنیا این موضوع رو رسانه‌ای کرد و گفتش که به بایدن که آقا شما باید مشعل رو به دست دیگری بدهی. این جمله از او بود و آقای بایدن هم از این جمله استفاده کرد و گفت من مشعل رو به دست جوانترها میدهم و من خانم هریس رو کاندید ریاست جمهوری اعلام میکنم. خب خبر مثل بمب ترکید. یکی یکی، اول خانواده کلینتون اومدن توی صحنه، بعد یواش یواش اعضای سنا، فرمانداران ایالت ها که از زمره دموکرات ها بودن اضافه شدن. دیشب هم در حقیقت خانواده اوباما
اعلام کردن که بله ما حمایت میکنیم از خانم کاملا هریس. نکته جالبی بودش که میگفتن یه شرط بندی هم گذاشته بودن که بله این که اوباما تایید نکرده برای اینکه میخواد همسرش رو در کنوانسیون حزب که در یکی دو هفته دیگه فکر میکنم یه هفته دیگه شکل میگیره در شیکاگو باید باشه، اون اونجا همسرش رو کاندید خواهد کرد و شرط بندی کرده بودن سر این موضوع. خیلی جالب بود. ولی دیشب دیدیم که نه، اصلا هم چیزی نبوده و این خانواده تلفنی تماس میگیرن با خانم کاملا هریس و پشتیبانی خودشون اعلام میکنن. اینم یکی از دلایلش این بودش که فکر میکنم، البته من که حقیقت رو نمیدونم، اما فکر میکنم یکی از دلایلش این بودش که ازم به حضور شما این خبر یعنی کاندیداتوری خانم کاملا هریس یه بمبی بود و دیدیم که در ظرف 36 ساعت یعنی یه روز و نصفی نزدیک 100 میلیون دلار از دست مردم قاب زدن، 5 دلار و 25 دلار و 50 دلار رقمای پایین، و معتقدن که بایستی که از گراس روت به قول خودشون شروع کنیم، از تای جامعه اونجا بایستی که همراهی رو بگیریم تا اینکه موفق بشیم. حالا این موفقیت چیه؟ آیا این گراس روت رو کمک میکنه یا نه؟ تا اینجا که نبوده و فقط برای سرمایه دارا بوده و اونها در حقیقت تقویت شدن. البته یاد اون نره که آقای ترامپ برای این بخش یعنی سرمایه دارا خیلی کار کرد و همین که تعرفه های چینی رو بالا برد و بعد یک امتیازاتی داد به اینهایی که رفته بودن در خارج از آمریکا، مثل ویتنام، نمیدونم تایلند، چین، ماچین، اینجاها، آسیای جنوب شرقی سرمایه گذاری کرده بودن، بهشون گفت اگه برگردی داخل آمریکا از این امتیازات مالیاتی و غیره و زالک برخورداریم و این شرکت های بزرگ هم خب پول رو حساب میکنه دیگه، منافعش درونه. برگشتن. دوتا موضوع الان تو آمریکا خیلی مسئله است. یکی مسئله مهاجرت، برای اینکه در دوره همین آقای بایدن بی محابا در رو باز کرد و اجازه داد که هر کی میخواد بیاد تو، پشت در نمونن اینا. و خب ما شاهد بودیم که مثلا فرض کنید که فرماندار تگزاس که یک جمهوری خواه خیلی دست راستی افراطیه، اتوبوس گرفت دست دسته اینا رو سوار کرد و گفت خب راست میگه، برید به شهرهایی که به ایالتهایی که دموکراتن دیگه، خب برید اونجاها. و اینا رو مثلا فرستاد نیویورک، اشباع شد از این داستان، شهردار فرماندار فریاد میزن که آقا این چه اوضاع احوالیه. بنابراین یکی از موضوعاتی که ترامپ روش دست گذاشته و خیلی هم اهمیت داره همین موضوع مهاجرین و خصوصا مهاجرین غیرقانونیه. یادمونه که در دوره ترامپ اون آیس بخش پلیس اداره مهاجرت رو تقویت کرد و اینا شروع کردن دنبال این پرونده ها تو خیابونا، آدم ها رو دستگیر میکردن. دوستی دارم که اینجا صاحب بالاخره یه بیزنسی بود، یه نمایشگاه همین کار چی میگن بهسازی خونه ها رو انجام میداد، حموم و آشپزخونه و کفبوش و هر چی که مربوط به بهتر شدن خونه است.
خیلی هم موفق بود، جوان موفقی بود، همسرش، دوتا دخترش داشتن با هم زندگی میکردن. این آدم که خودش با پاسپورت انگلیسی اومده بود و از طریق کانادا سالها پیش وارد آمریکا شده بود، تو دهه 90 فکر میکنم یا انتهای 80 از انگلیس اومده بود کانادا و بعد کانادا وارد آمریکا شده بود، اینجا بالاخره ازدواج کرده بود، دو تا بچه داشت و اینها. و سال 2000 که من اومدم اینجا برای دومین بار اومدم به کالیفرنیا برای دیدار با دوستان، این جوان رو دیدم که دو تا دختر کوچولو داشت. خب این مربوط به سال 2001 بود، 2001 و 2 بود تا رسیدیم به 2018. این آدم گفتم یک نمایشگاه خوبی درست کرده بود، صاحب دو تا خونه شده بود، یه خونه بزرگ برای خودش و زن و بچهش، یه خونه نسبتاً کوچیک که اون اجاره داده بود، سرمایه اندکی داشت. اینها یه روز صبح که رفت بچه هاشو برسونه به مدرسه، بچه ها رو که از ماشین پیاده کرد، دو قدم جلوتر ماشین آیس که همون پلیس اداره مهاجرت بشه جلوش پیچید و نگرش داشت و از ماشین پیادهش کرد و دستگیرش کرد و برد و در بازداشت نگرش داشت. وقتی خبر رو شنیدم خیلی متاثر شدم. من همیشه بهش میگفتم که آقا این کار اقامت تو درست کردی؟ میگفتش که آره خیرت میشه، وکیلا دنبالش هم. گفتم آقا وکیل نه، خودت باید دنبال کنی. و تا اینکه رفتم به دیدارش در بازداشتگاه و اون وصیت‌هاشو گفت و که اینجور کنید و اونجور کنید و به همسرم بگید اینجور باشه اونجور باشه. و خوشبختانه چون پاسپورت انگلیسی داشت برش گردوندم به انگلیس. شما فکر کنید چطوری و مسیر زندگی یارو تغییر کرد، از بالا طلاب یفتاد پایین. حتی زنگ زدم به دوست خوبمون آقای ساسان که از بیننده های خوب ماست، گفتم اگه میتونی کمکش کن اونجا. آقای ساسان هم رفت و اومد و به من گفتش که متاسفانه این آقا اوورکوالیفایه، یعنی هیچ کاری من نمیتونم برای این پیدا کنم، برای اینکه این خیلی آدم کارکشته است، با تجربه است، کارو بلده، من چه کاری برای این جور کنم؟ من ندارم کاری که در حد این باشه، این اوورکوالیفایه برای هر کاری. و این هم وامونده و درمونده، یه بار اومد کانادا، یه بار اومد مکزیک، بچه هاش رفتن مکزیک دیدنش اینها، ولی الان برگشته انگلیس و بالاخره اونجا 6 سال گذشته از ماجرا، آرام گرفته و داره زندگیشو میکنه و بچه هم گاهی میرن در تعطیلات به سر میزن. مقصد این بود که ترامپ وقتی که اومد خیلی سخت برخورد کرد با این کسانی که استاتس اقامتشون درست نیست و اینها. الان هم رو همین موضوع انگوش گذاشته و موضوعی که برای آمریکایی وسط آمریکا خیلی مهمه و یکی اینه، یکی هم وضعیت کارگرانه که ایجاد کار، و تو دوره خودش این کارو نشون داد که انجام داده و کارخونه ها رو برگردونده. بنابراین ترامپ از این در وارد شده. خانم کاملا هریس میگه که نه من دادستان بودم و من اینجور بودم و اونجور بودم و دنبال خلافکارا بودم و این آدم خلافکاره و نباید اجازه بدیم که یه آدمی که خلافکاره بیاد سر کار. آقای
بایدن میگه که این اگه بیاد اصلا دموکراسی نابود میشه، بنابراین نوایزه بودیم این وارد کاخ سفید بشه. خیلی عجیب غریبه اصلا همچی اتفاقاتی. همیشه میگم ما همچی چیزایی رو تو پدرانمون که هیچی، پدر بزرگا و اجدادمونم تجربه نکردن. خیلی اتفاقات محیر الوحول به قول معروف میفته، خیلی آدم تعجب میکنه از این همه مسائل. بزنیم میشه این روزش کنیم، شاید بشه این تویش. اما نکته مهمی که میخوام راجع به شرف بزنم براتون، مسئله حضور آقای نتانیاهو که به دعوت رئیس مجلس آمریکا اومده به آمریکا که در اینجا سخنرانی کنه. ظاهرا این چهارمین سفر این آقاست به آمریکا. قرار گشته که به میامی بره، یعنی به میامی که نه، به فلوریدا بره، به وستپام بیچ بره، به خونه آقای ترامپ بره و با آقای ترامپ دیدار کنه. سخنرانی که در مجلس داشت، خیلی شخصیت های دموکرات شرکت نکرده، مثل خانم نانسی پولوسی که سالها رئیس مجلس بود شرکت نکرد، همین خانم کاملا هریس که در حقیقت رئیس سناست به عنوان معاون رئیس جمهور، او رئیس مجلس سنا هم هست، او هم شرکت نکرد. خیلی کسای شرکت نکردن از دموکرات ها. خب همه شنیدیم صحبت های آقای نتانیاهو رو و چجوری حمله کرد به ایران و همه سخنرش رو رو ایران گذاشت و گفت حتی این آدمایی که الان اون بیرون دارن تظاهرات میکنن و خیلی وحشتناکه ها، با اسپری رو این مجسمه هم مینویسه که حماس is coming، حماس داره میاد، پرچم آمریکا رو آتیش میزنه، پرچم فلسطین رو هوا میکنه. آقای مایک روبیو که یه سناتور از فلوریداست تو جمهوری خواهه، یه دورم دوره پیشین کاندید کرده بود خودش، نه این دوره، دوره پیشین کاندید ریاست جمهوری بود و ترامپ چقدر بهش فضیحت گفت و اینها، گفته که اینا رو باید بیرون کنین از این مملکت. آقای ترامپ گفته نخه، اینا رو باید بگیرید یک سال زندان کنید، کسانی که پرچم آتیش زدن و در این مراسم بودن باید اینا رو یک سال زندان کنیم. مارک روبیو میگه نه، باید اینا رو از مملکت اخراج کنیم. خب اگه رو آمریکایی باشه من نمیدونم کجا باید اخراج بشه، اونو نفهمیدم. ولی مقصودم اینه که خیلی عکس العمل سختی بوده نسبت به این موضوع. چرا کرواتمون کجه؟ چرا ما همیشه کج و گوله ایم؟ اینو نتونستم پیدا کنم دلیلی چیه؟ چرا من همیشه اینجا که میشینم لباسم کج گوله میشه؟ نمیدونم. ولی به هر حال همه صحبت هم راجع به موضوع آقای نتانیاهو خواهد بود و اینکه گفت اونایی که در این ماجرا علیه ما شعار دادن، حماس رو حمایت کردن، منشأ پولشو از ایران اینا گرفتن و راست میگه. برای اینکه اگه نگاه کنی اینا رو اون حمید دباشی که در دانشگاه کلمبیا روی صندلی ادوارد سعید نشسته، ادوارد سعید شخصیت مهم بود به نظر من و آدم بسیار بسیار باسوادی بود، اینا تو دهه 70 میلادی یه مراسمی گذاشتن در قلعه صلاح الدین ایوبی رو همین کوههای جبل عامل در لبنان. اونجا شراب نوشیدن، پیانو زدن، آواز خوندن،
اصلا چیزی از اسلام و اسلامیت و اینا وجود نداشت. یه جنبش دموکراسی خواه سکولار بود که با ظهور خمینی، این دجال بزرگ، این دروغگو، این آدم براستی دروغگو که دروغ گفت، دروغگو دشمن خداست و این حرف درسته. یعنی این که دروغگویی بدترین بدترین هاست. جانم آقا، جانم من تو برنامه شنبه میخواد بره، حالا نرفته هنوز. بله بله، خیلی ازت ممنون، محبت که قربان، خدا خدا چشمت من قربانش خدا. بله آقای سلیمی نازنی همیشه هوای ما رو داره و یه خبر گفت راجب برگشتن مهدی نصیری به ایران که راجب شرف میزن. آره دیگه، این داستان از اونجا شروع شد، یعنی از دانشگاه کلمبیا شروع شد، از حمید دباشی که رفته اونجا روی این صندلی نشسته این جوانا رو تحریک کرد. این آدم فاسدیه. من یه ویدیوی کوتاه دارم روی صفحه ما هست، روی ویدیوها اگه برید دنبال کنید میبینید که وقتی کامبیز حسینی که یه برنامه خیلی خوبی به عنوان به نام اپوزیت توی وایس اف امریکا داشت، صدای امریکا داشت، خیلی برنامه خوبی هم بود، جوان مبتکر بود و اینها و یه تیم خوبی رو با خودش درست کرده بود، مثل یکی از دستیارانش سامان اربابی بود، جوانی که اینجا روش کرده، بزرگ شده، فارسی درست نمیتونه صرف بزنه اوائل ولی الان خوبه دیگه، یاد گرفته و رفته تو تیم گل به سر. و از نعمات سرمایه هایی که در اختیار گل به سر هست دارن استفاده میکنن. به حال کامبیز حسینی که برنامه خوبی داشت در وایس آف امریکا به نام اپوزیت، این آدم مهمل رو صدا کرده بود تو اوج 88، تو ماجرای 88 که واقعی مهمه تو همین تاریخ معاصر ما، و از این مهمل پرسیدش که خب شما آقا اصلا رأی دادی؟ اینم یهو جواب شد و گفت کامبیز جون من برای این که بگم رأی من کو، باید مثلا رأی میدادم که بگم رأی من کو. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مهمل، نه مجمل. این همونه که میگم گذشته رو تو آینده میذاره، با عینک امروز گذشته رو تحلیل میکنه. نه، همه مربوط یه خط زنجیره، یه نخ تسبیحه، همه این مهره ها از این تو این رد میشن. کی در دنیا میتونه 5 دقیقه دیگر رو پیش بینی کنه، تعریف کنه، درست در بیاد؟ داری همچی آدمی؟ میشناسی؟ اونایی که در 88 رفتن رأی دادن، رفتن رأی دادن که بعد بگن بیام بتونم بگن رأی من کو، اعتراض کنن، برای این رفتن رأی دادن؟ یا اینکه رفتن رأی دادن و حکومت خواست یه جراحی بکنه، یه جراحی خونی کرد، جراحی سخت انجام داد، مردم شوکه شدن، فضای اون دوران فضای عجیب و غریبی بود، تو کوچه تو محل ایستاده بودن با هم حرف می زدن مثل دوران 57، همونطوری فضا رو اونطوری ساخته شده بود.
بعد یه مرتبه اون دوست تعریف کرد، گفت من رفته بودم بیمارستان، تلویزیونایی که توی اتاق انتظار و اینا هست، وقتی یه مرتبه رأی و اعلام کرد که این یارو علاقه مزق معجزه هزاره سوم شد رئیس جمهور، مردم یه لحظه یهو از جا بلند شدن، یه سکوتی فرا گرفت، اصلا نمیتونست باور کنه هم چیزی رو، شوکه شد. اونو که دیدی عکس العمل اون شوکه شدنش بود، باور نمیکرد. بعد این مرد که الاغ میگه من برای اینکه بگم رأی من کو، رفته بودم رأی داده بودم. شما فکرشو بکن، استاد دانشگاه کلمبیا، یکی از معتبرترین دانشگاه های جهان، یه همچین مهملی اونجا مدرس درس میده، رفته رو صندلی خاورمیانه شناسی ادوارد سعید که اون بنیادش گذاشت، رفته جای اون نشسته. چرا؟ برای اینکه پول دادن، دانشگاه پول بده، خب برای اتاق درست میکنه، تابلو میزنه، اینجور میکنه، اونجور میکنه. و آقای نتانیاهو درست داره میگه که پولش از ایران اومده و اونا اینا رو تحریک کردن، از اونجا ریشه این ماجراها اونجا بود، از اونجا شروع شد، سرچشمش اونجا بود. هرچی نتانیاهو گفت درست گفت، اما چه به درد من خورد، چه کمکی به من کرد. باید حواسمون به این نکته باشه، خیلی هم عالی گفت، اما آیا من میتونم از این نمد کلاهی حاصل کنم؟ آیا من میتونم از این آب ماهی بگیرم؟ نه. چرا نه؟ برای که این مرد یه چیزی گفت رفت، قیزشو خالی کرد، خیلی عالی، دست درد نکن. این میتونه استفاده کنه، نتانیاهو بهره میبره، میگه این دشمنمه، اینجور اونجور اینجور، شما باید به ما کمک کنید، سلاح در اختیار ما بذارید تا میتونیم این دشمن جرار رو بزنیم زمین. اون سود میبره، اما من به عنوان یه ایرانی چی نصیبم میشه؟ همین دلم خنک شد که این گفت اینو، مگه بزرگان خودمون ده مقابله این حرفا رو استدلال نمی کنن؟ چی نصیبت میشه؟ تو چجوری میتونی از این بهره ببری؟ چی میگه آقای مصداقی؟ ایرج مصداقی میگه من تحمیل کردم این خواستم، وگرنه دولت سوئد نمیخواد سر به تن من نباشه، همه روابطشو به هم زدن. درست داره میگه. چرا؟ برای اینکه اونجا استقلال قوا وجود داره، رفت از طریق قوه قضا، دادگستری، ادله خودشو بیان کرد، دادگستری به نفعش رأی داد، حمید نوری رو به زندان ابد محکوم کرد. دادگستری کارش تموم شد، تحویل دولت داد، تحویل اداره زندان‌ها که زیر نظر دولت داد. ما چون یه سازمان قوی نداریم، دولت سوئد تونست یک معامله احمقانه انجام بده با ایران و آقای جلالی همچنان و چند نفر دیگه همچنان در زندان بمونن. یه آدم قلابی خودشو معامله کرد با حمید نوری. این ما این که این نتونستیم کاری بکنیم، این منم که
بازنده صحنه هستم. این منم که امروز آقای نتانیاهو این حرفا رو میزنه، هیچی گیرم نمیاد، در حالی که بزرگترین ابزار در اختیار ماست، نمیتونی ازش استفاده کنی. چون اون سازمان رو نداری، اون یارو چیه؟ رهبری حرکت تحول خواهان رو نداری. یکی پیدا شده مثل رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، ببین چه داستانهایی براش درست کردن. رفته اسرائیل با این اسرائیل قاسبی که دارد حماس مظلوم را میزند، با اونها قهقهه کرده، با یک خانومی که رئیس اداره اطلاعات و امنیت است، یک آدم خطرناک و خبیث است، نشستن اونها با هم گفتند و خندیدند. ببین چجوری قصه رو پشت رو میکنه، تحویلت میده. ما تا اون رو نداشته باشیم، تا اون سازمان رو نداشته باشیم، تا اون اتاق رهبری وجود نداشته باشه، ده تا نتانیاهو هم بیان سخن بگن و برن، فقط ممکنه دلمون خنک شه، بگیم آدیری هرکلا چی بزن هرکلا، هیچی گیره اون نمیاد. خوبه تو این گرما دلت خنک بشه، اما واقعا اثر مادی چی بود؟ اونی که تو بتونی ازش بهره ببریم، جامعه رو از این مخمصه بیرون بیاره، اون کجاست؟ چرا شکل نمیگیره؟ دلایل فراوانه. یکی این که همش آینده رو در گذشته دنبالش میگرده، و خمینی اینطوری اومد، اینجوری که پا منم با عینمون رفتار کنم. اصلا اینطوری نیستش که. از اون دوره تا الان میدید چه اتفاق افتاده؟ چقدر ابزارها تغییر کردن. همیشه گفتم، اون روز تو برنامه آقای مصداقی گفتش که دوستان کمک کنید اینجا اینجوری بمونه، بعد من گفتم که بله خب ما یه مسیری اومدیم که خیلی سخت بود، ولی امروز همه میتونن ازش بهره ببرن. امروز شده اتوبان، یهو پرید گفتش آقا تو اصلا بلد نیستی، خدا کنه تو رو ببرم بزن رئیس اداره تبلیغات، تو که اصلا ضد تبلیغی با این حرف. اما نه، واقعیته. وقتی که من میان تیوی رو درست کردم، راه انداختم، وقتی تو سال 2011 از خونم که اون موقع در آریزونا بودم حرکت کردم، رفتم به تورنتو کانادا و از اونجا جلسات رو به طور مستقیم پخش کردم. اون روزگار یوتیوب اصلا اینجوری نبود که شما بتونید لایو بذاری یوتیوب، اصلا فیسبوک نبود. متأسفانه انقدر سریع و گنده و پت و پهن اومدن که تصور این که اینا جدید هستن سخت. خیال میکنی اینا امر قدیمن، همیشه بودن. در حالی که 2011 فیسبوک تازه شروع کرده بود. یه چیزی داشتیم قبلش به نام پالتاک، یه چیزی درست کرده بود ویندوز مسنجر که بتونی با دوستات حرف بزنی. یواش 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 داشت شروع میشد، ولی وقتی که این از این روزنه گذر کرد،
یهو در اثر فشاری که تقاضایی که پشتش بود این دهنه رو باز کرد، یهو تبدیل به یه سیل خروشان شد و ریخت. کسی نمیتونه تو ذهنش امروز تصور کنه که 2011 12 سال پیش اینا نبودن. ما اسکایپ نداشتیم، ما اینو نداشتیم، اونو نداشتیم. برای پخش زنده چنین مراسمی شما باید میرفتی روزی $3,000 میدادی، یه ون اجاره میکردی که این ونه بیاد آنتن داشته باشه، اینجور باشه اونجور باشه، این فیدو بهش بدی، بعد اون از طریق ماهواره اینو بفرسته روی یه ساتلایتی که اون ساتلایته وصل بشه به یه تلویزیونی که شما بتونی یه برنامه رو تو تلویزیون مثلا چه میدونم کانال یک سوئد، نمیدونم بی بی سی یک انگلستان، نمیدونم اینجا ای بی سی ام بی سی از چه اسمشون هست، اونجا بتونی ببینی. من برای نخستین بار این در رو باز کردم، راه سختی اومدم، امروز آسون شده. همیشه گفتم ما برای اینکه بتونیم با یه نفر گفتگو کنیم از یه ایالت دیگه، یه جای دیگه، بایستی که همین ویندوز مدیا پلیر که هنوز هم هست و شما ازش استفاده میکنی، همه ازش استفاده میکنن، ویدیوها رو اون تو تماشا میکنی غالبا، باید به طرف میگفتیم که آقا شما یه ویندوز مدیا پلیر رو باز کن، بعد برو اونجا تو قسمت فایل اون فایل رو بزن، بعد اونجا یو آر ال بد میده، یه یو آر ال درست بکن، اون یو آر ال رو برای من بفرست، من اون شما اونجا رو باز کن، دوربین تو روشن کن، همه کاراتو بکن، اون یو آر ال رو برای من بفرست، من که یو آر ال به دستم رسید اون یو آر ال رو میزنم، یعنی آدرس www.abbasagha.com اونو بزنی، اون وقت وصل میشی. ولی یه استودیو یه طرفه بود، فقط اون میتونه صف بزنه. حتی من که داشتم این برنامه شو گرفته بودن، یعنی اون فید رو به من داده بود و در حقیقت اون ما پول میکردیم و اون پوش میکرد و ما پول میکردیم، اصطلاحات فنی، یه سریو یه طرفه بود، فقط اون میتونست این کار رو انجام بده. نمیتونستی بهش بگی آقا سر دوربینت بالا کج کن، بعد تلفنی بهش میگفتیم آقا اینجور اونجور، ارتباطمون قطع بود. امروز یه امر آسونه، هر کسی یه دونه استودیوی تلویزیون تو جیبشه، یه استودیوی رادیوی بزرگ، نمیخواد بری بیسیم نجف آباد. مرحوم پدرم تعریف میکرد، میگفتش که یه بار تو رادیو بودیم، چون در جوانی جزو گویندگان رادیو بود و بعدها جای خودش رو داد به آقای مستجاب الدعوه که سازمان خدمات اجتماعی در حقیقت که وابسته به بنیاد والا حضرت اشرف پهلوی بود که خیلی کارا انجام میدادن، این بلیط های بخت آزمایی که فرهاد هرمزی پیشنهاد داد و اونجا پذیرفتن که آقا دوریال دوریال های متوالی جمع میگرد، چون بلیط ها 2 تومن بود، میگوی این 2 تومنی که تو بلیط میخری یه آگهی درست کرده بود که دوریال دوریال های متوالی جمع میگردد تا درمونگاهی در سرخز ایجاد شود، و این با بلیت بخت آزمایی که جمع شد 10% رو میدادن به سازمان خدمات اجتماعی و اونا یه پولی هم از دولت میذاشتن، بالاخره یه چیزی میساختن دیگه، درمونگاهی درست میکردن، مدرسه‌ای درست میکردن، این کارا رو میکردن. یه بخشی رو در رادیو داشتن که بعدن آقای مستجاب دبو بوده، بعد شکل اصلا این داستان ها همه چیز هی وقتی هرچی جلوتر اومدیم اینها، مخصوصا تو اواخر دهه 40 و 50 که دیگه اصلا تغییر کرد و همه چی عوض و بدل شد و ما بدبخت و بیچاره شدیم.
امروز آسونه، ولی آیا ما میتونیم از این سهولت استفاده کنیم؟ بازم نه، تبدیل شده یه پایگاهی که به اینجا این که اطلاعات رو توضیح کنه، دیسینفورمیشن میسینفورمیشن به قول فرنگی ها، به ضد اطلاعات تبدیل شده، پایگاه ضد اطلاعات، بهش میگه فیک نیوز. این ترمی بودش که ترامپ خیلی ازش استفاده کرد و باب شد، فیک نیوز، خبر قلابی. درست میگفت. من از شخصیت ترامپ اصلا خوشم نمیاد، ولی امروز داریم میبینی که دارم راجب یه نکاتی از همین جریان ترامپ دارم حرف میزنم. گفتم بحث پناهنده ها، بحث کار، اینا کارهاییست که ترامپ روش سوار شده و فکر میکنم علارغم پیشی خانم کاملا هریس احتمال اینکه باز هم ترامپ برنده انتخابات بشه زیاده. گرچه آمارها به خاطر این بمب خبری خیلی تغییر کرد، ولی بازم فکر میکنم این اتفاق بیفته. اما باز برگردم به موضوع و سخنرانی آقای نتانیاهو و حاصلش برای ما چیست. گفتم او یه چیزی رو به دست آورد، سخنرانی کرد، قوی هم سخنرانی کرد، دشمن رو معرفی کرد و از آمریکا و اینها خواست که بهش کمک بکنن تا بتونه با این دشمن مقابله کنه، اسلحه بهش بدید، پول در اختیارش قرار بدید، اطلاعات بهش بدید تا بتونه با این دشمن او اینو به دست آورد. اما ما چی به دست آوردیم؟ چرا به دست نمیاریم؟ چون نداری اونو. چون وقتی میری سراغ مکرون ازش میپرسی که خب حالا کی هست، ابله میگه باید بری تو زندان، اونا تو زندان، برو خجالت بکش بابا. خب اینا نگاه میکنم اینن که اشتباه کردن، خانم مرکل اشتباه کرد در رو باز کرد، 1,000,000 آدم را داد تو، گوی اینا سوری بدبختن بیان تو. امروز میبینی که حاصلش این شده که بره بزنه مسجد و پسجد و نابود کنه و ببنده و اینها، و بگه که اینا اینجا از گروه های تروریستی حمایت میکنن. نمیدونم چرا ما نمیتونیم و چرا نمیخواهیم. یه بار پرسیدم که آیا ما میتونیم تغییر به وجود بیاریم؟ همین دوست ما آقای ساسان که تو این برنامه ازش یاد کردم رو تلفن زنگ زد و گفتش که سوال رو باید اینطور پرسی، آیا میخواهد، آیا میخواد تغییر کنه؟ و اگر خواست ما میریم بر اساس خواستمون امکاناتمون رو بررسی میکنیم. میخواییم بریم کوه؟ خب اگه گفتیم آره، باید بریم دنبال چکمه بگردیم، دنبال عصا بگردیم، دنبال کلوپشتی بگردیم، دنبال وسایل کوه بگردیم. میخواییم بریم لب دریا؟ اگه خواستیم که بریم لب دریا، این خواستن مقدمه. اگه خواستیم اون وقت باید بگیم که خب چه وسائلی داریم، مایو لازم داریم، اوله لازم داریم، چی لازم داریم، یه وسیله لازم داریم تا سوارش کنه ما رو ببره تا کنار دریا، با ماشین بریم، با اتوبوس بریم، با چی بریم به لب دریا. خواستن مقدمه، توان رو بعدن اندازه میگیره. وقتی که یه لحظه اجازه بدید یه نگاه،
پوزش شما. گفتم باید ببینیم که میخواد یا نمیخواد. خانم بهاره هدایت یه شخصیت مبارز زندانیه، همین حکومت اهریمنه. اومد توی برنامه تلویزیون ایران اینترنشنال، تو انتخابات بود و ماجرای انتخابات، و گفتش که این آدم ها مثل کیوان صمیمی و اینها که میگن بعد رأی داد بنام دموکراسی خورد خورده یواشکی جلو میره از صندوق رأی میگذره، اینا این حرفا نیست. اینا نگران رفتن جمهوری اسلامی هستن چون آینده ای برای خودش متصور نیست. حرف دقیقی زد این بانو، گفت میدونم که من برای مرخصی استعلاجی اومدم بیرون، مریضم، اومدم بیرون معالجه بشم و حالا بعد از این گفتگو هم باید برگردم زندان و یقینا اونجا بر من سخت خواهند گرفت، اما حرفمو میزنم. بخشی از اینها نمیتونه آیندهشو تصور کنه. گفتم دلیلش اینه که همش گذشته رو در آینده میبینه، اصلا نشدنیه. اینکه تصور میکنه که رضا پهلوی میاد و میشه محمد رضا شاه، آقا این حرفا چیه میزنی؟ گفتم محمد رضا شاه، خب میدونی که امروز پنجم مرداد و روز درگذشت محمد رضا شاه. خب هر ساله دی میرن اونجا، اما یه ویدیو اومد بیرون خیلی بامزه بود و اون داستانی بودش که یه بانویی تعریف کرد که جزو گروه شینشین بوده، این شالاتان بزرگ، و این چجوری دروغ میگفته و از اینا پول میگرفته برای بردن دستگل و تاج گل به محل مقبره محمد رضا شاه، و نمیدونم برای هر از اینا $50 میگرفته و این بانو میگه من $15 تا $50 که میشد $750 به این بابا پول دادم، دو بار سه بار، یعنی هر سال اینجوری پول دادم. بعد حالا متوجه شدیم که اصلا همچیزی امکان نداشته که این بتونه این تعداد تاجگور رو اونجا اصلا راه نمیدن. یادم میاد اینا رو وقتی یه موقعی با آقای حسن قید باشی اینجا برنامه داشتیم مطرح کردم، گفتیم اینا رو. حالا مهم اینه که از زبان یکی از همین کسانی که شیفته این شالاتان بوده، نه شیفته شالاتان، نه، اصلاح کنم، عاشق وطنش بوده، باور کرده بوده این رو و فکر کرده این ناجی اومده که نجات بده، و اون بانو خودشو طرفدار شاهزاده رضا پهلوی معرفی میکرد در حالی که این بابا ضد شاهزاده رضا پهلویه. این بابا خیلی کله ملق زده. این روز اولی که اومد یه روزنامه درست کرد به نام بامداد، سینه چاک مصدق بود. بی خودکی ها، دروغی. بعد مسیر رو عوض کرد، یهو شد ضد
مصدق و طرفدار 28 مرداد و محمد رضا شاه و اینها، بازم دروغ بود. هر دوره این بازی رو چرخونده، استعداد قوی داره در گمراه کردن من رو. یه شیاده، یه شعبده بازه، یه شالاتانه به تمام معناست. بعد شنیدم که سگشو در کجاست؟ مونتریال. یه آدم فاسد، احمق، بدبخت زبون به نام عباس کربوسروشان، یه آدم سراسر فاسده. نمیخوام دهنم باز کنم بگم از گذشته تلخش. اگه بگم که میشم مثل اون، ولی خودش میدونه که من خیلی داستانشو میدونم. یه برادر محترم و با شخصیتی داره در اونجا، در مونترال میشناسن اون مرد رو. یه آدم پاپتیه، از نحوه گفتارش میفهمی دیگه. چقدر یه آدم ممکنه زبون باشه، بدبخت باشه. دستشی گرفتم، تاتی تاتی یادش دادم، وصلش کردم به روزنامه، بنویس اونجا، بنویس اینجوری، بنویس. وقتی اینو درست کردم میان تیوی رو بهش گفتم بیا اینجا برنامه درست کن. آخه فلان. گفتم نه من هستم پشتت، نگران نباش. خودشو، زن بیچاره و زبونش رو، زنه که از یه خانواده بسیار محترمن، متشخصن، خانواده زنه رو تردش کرده و آورده اینجا اسیرش کرده. اسیر. بگذاریم، موضوع ما نیست. همه حرفم راجع به سخنرانی نتانیاهو که چرا ما نمیتونیم ازش، چرا نداریم، چرا شکل نمیگیره. چه اتفاقی میفته که شکل نمیگیره؟ چطوری ممکنه یه آدمایی باشن که بیان بگن که این آقا رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، این شاهزاده رضا پهلوی در هیچ کجا من نشیندم که بگه من میخوام برم شاه بشم. من هرگز از زبانش نشنیدم. حتی درست عکسشو میگه، میگه آقا من زن و بچه و دخترام اینجا، رفقام اینجاست، من اصلا 60 سال اینجا هستم، من چیکار دارم برم ایران؟ هفده سالش بوده اومده بیرون. از سال 56 حساب کن، 55 حساب کن، تا الان که 1403، از اینکه 50 ساله این تو خارج داره زندگی میکنه. میگه من همه چیم اینجاست، من اصلا چیکار دارم ایران، چه میدونم. ولی من میخوام از این موقعیتی که دارم، این بیان خودشه،
میگه من از این موقعیتی که دارم میخوام استفاده کنم تا این مردم کشورمو از این مخمصه بیرون بکشم. که گفت من میخوام برم شاه بشم؟ بعد یه ده سرش اینجا دعوا میکنن، تو سر کوله هم میزنن و یه ده آدم های نادانم پیدا میشن، میگه این میخواد بره بساط ساواک رو پهن کنه. من همیشه استدلال میکنم، میگم که آقا تمام این کسانی که نشریه فریدون رو منتشر میکنه، همه کسانی که عضو نشریه فریدون آبونمانن، بخیر نشریه خرج داره، خرج شایجه در میاره، میگه آقا نه یه رضا پهلوی پولشو میده. خیر خب حالا یه مقدار رضا پهلوی که همه پول نمیده که، تازه من بعید میدونم که پولی بده، اهل این کار نیست. باید از مردم بگیره، از آبونمان بگیره، از اشتراکات بگیره دیگه، همه اون مشترکینو با تحریریهشو بذاریه و تمام کسانی که دور شاهزاده رضا پهلوی، امیرحسین اعتمادی و نمیدونم علیرضا کیانی و اینا رو همه رو جمع کن بذار یه ور، حزب ایران نوین رو جمع کن، همه شونو چند نفرن؟ 20 نفرن. اینا رو هم جمع کن. پس نشریه فریدون، حزب ایران نوین، مشاورین شاهزاده رضا پهلوی، ققنوس، فرشگر، همه اینا رو هم دوباره جمع کن بذار توی اتاق، میشن چند نفر. بعد بشمر کسانی که مثل بهاره هدایتن در ایران، در زندانن، مثل مهدی نصیریان. چون میدونی که امروز آقای نصیری یه ویدیوی منتشر کرد که هیچ جا خونه آدم نمیشه، نقد از مادرش، که مادرم وقتی جایی میرفتیم یا خونه کسی میرفتیم وقتی برمیگشتیم خونه نفسی میکشید و میگو هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. و بعد گفتش که البته فرزندم آقا محمد خیلی به ما رسیدگی کرد، دستش درد نکنه، بهترین پذیرایی هم کرد، ولی همونطور که قبل از اومدنم گفتم که این سفر برای دیدار فرزنده و من قصد اقامت در اینجا ندارم، شنبه برمیگردم. مسیرش هم گفت از اینجا میرم فرانکفورت، از کلگری کانادا یه پرواز داریم به فرانکفورت، چند ساعت اونجا توقف داریم، بعد از اونجا راهی ایران میشه. مسیرش هم گفت. این موضوع بود که خیلی ها نگران بودن، چون غالبا این حرفو میزنن ولی عمل نمی کنن. شالاتان ها از این حرف ها می زنن، مثل اون یاروی حال پنجشنبه، اونم دروغگوی بزرگیه. ما براش آرزوی سفری خوش داریم و مطمئنم که در وطن هم او به کارش ادامه میده، همین صحبت‌ها رو در اونجا هم خواهد کرد. البته خب طبیعی و بدیهی است که ممکنه برایش دردسر ایجاد کنند، اما با توان استدلالی که داره من فکر می‌کنم که شاید موفق و پیروز بیرون بیاد و برایش دعای خیر کنیم که موفق بشه و پیروز بشه. این هم از ماجرای آقای خبر بازگشت آقای مهدی نصیری. تشکر ویژه بکنیم از آقای سلیمی که این خبر رو زنگ زد به ما، تلفنی اعلام کرد. البته من قبلا ویدیو رو دیده بودم. من باید یه تشکر بکنم از چند نفر. یکی از اسفندیار در انگلیسه که سالهاست ما رو همیاری میکنه
و همدلی داره با ما. بسیار هر روز ویدیو برای من میفرسته از برنامه های مختلف، موضوعات مختلف، همه رو ویدیو میکنه و برای من میفرسته. ازش واقعا ممنونم. بعد از علی در بلژیک، در بروکسل سپاسگزارم. او هم همین زحمت رو میکشه. غالب این موزیکایی که ما پخش میکنیم، ویدیو کلیپ های موزیک که ما پخش میکنیم، کار علی آقا در بروکسله که زحمت میکشه اینا رو برای من میفرسته. ازش واقعا ممنون و سپاسگزارم. اما برگردیم به موضوع. باید فکر کنیم ببینیم دوستانمون کیا هستن، دشمنانمون چه کسانی هستن. ما یه دشمن بیشتر نداریم به باور من، اونم نظام اهریمن حاکم بر میهنه. یاد باشه که من همیشه گفتم اهریمن و توضیح دادم که اهریمن یه موجود خیالی، یه موجود قصه است، مثل دیوه. آیا واقعا دیو وجود داره؟ مثل جن و پریه. آیا جن اصلا وجود داره؟ خود قرآن و اینا میگن نه، جن اصلا دیدنی نیست و کسی نمیتونه جن رو ببینه. خیال. ولی اهریمن کارش چیه؟ دیو تو قصه کارش چیه؟ قول، قول کارش چیه؟ بوی آدمیزاد میاد، آه کجاست تا من بخورمش. کنارش یه دونه مادرم وجود داره که مهربونه. اون حس مهربانی رو تجلی میکنه و سعی میکنه که دیو رو منصرف کنه از این کار، از خوردن. قصه است دیگه، واقعیت که نداره. اما آیا این دیوه کار دیگه یه داره؟ میبینی نه، فقط شغلش همینه. بوی آدمیزاد میاد آدم رو بخوره. آدم بالاترین شخصیت یک انسان است. یه تعریفی داره در عرفان. که از نمیم حیوان سر زدم، نمیم آدم شدم، فلان شدم. مولوی میگه یه شعری. بعد پران شدم با ملائک، نمیدونم همسو شدم، مردم و نامی شدم. آدمیت بالاترین مقام رشد یک انسانه و قوله میخوا آدمه رو بخوره. یعنی بالاترین، قوی ترین انسان که آدم میشه اونو میخواد نابود کنه. مثل اون یکی دیگه چیه؟ ضحاک. کارش چیه؟ خوردن مغزهای کی؟ جوانان، متفکرین، نواندیش، جوانی که پویاست. مخو اونو میخواد بخوره. اهریمن کارش چیه؟ جز تباهی، سیاهی، تاریکی هیچ نقش دیگه داره؟ شما تعریف دیگه ای ازش دارید؟ نگاه کنید به این نظام نکبت چه بلایی به سر مملکت آورده. همه رو نابود کرده. با یه دوستی صحبت میکردم، گفتم اینا
گذشتت رو ازت گرفتن، نابودت کردن. اگه بری محلت الان محلت رو نمیشناسی. همیشه گفتم اگر شما 100 سال پیش، 70 سال پیش، 80 سال پیش میرفتی نیویورک، میرفتی فرانکفورت، میرفتی لندن، پاریس، همین شکلی بود که الان هست. جمعیت اضافه شده ها، اشتباه نکن، جمعیت شهرها، لس آنجلس، همه جا شهرها جمعیت، اصلا کره زمین جمعیتش بیشتر شده. خب یادم میاد میگه 3 میلیارده، الان میگه 7 میلیارد جمعیت داره. یعنی ظرف، من الان 70 سالمه، ظرف 60 سال گذشته جمعیت کره زمین بیش از 2 برابر شده. یعنی از 3 میلیارد برفته رسیده به 7 میلیارد. طبیعی است که جمعیت همه جا، پس این کجا رفتن این آدم ها؟ شهرها اکسپند میکنن، کش میان، چون جمعیتی زیاد میشه. اما آیا شهر رو نابود کردن اینا؟ یعنی دیگه ما مالبرارچ نداریم در لندن دیگه، آکسفورد استریت و نمیدونم های استریت کنزینگتون، اینا آکسفورد و اینا وجود ندارن؟ چرا اونا هنوز سر جاش همون 100 سال پیش میرفتی همونجا بوده، الان بری همونجا. اما خیابون ناصر خسروی ما همون خیابون ناصر خسروه؟ آیا نواب همون نوابه؟ من چون تهران و بلدم دارم میگم، حتما اصفهان هم همینطوره، احمد آبادش دیگه اون احمد آباد نیست. شیراز حتما همینطوره، قلاتش یه ده دوری بود، یه آبشاری داشت، گاهی مردم بساط تفریحشون بردن اونجا، سمور و چاییشون بردن کنار اون آبشاره میشستن با خانواده. الان اون بخشی از شهر شیرازه. اینا شهر رو نابود کردن، خاطرات تو رو کشتن. ببین تا دوره‌ای که همین جنایت سال 67 که الان این روزا مصادف با اون جنایت است، و من کار ارزشمند دوست خوبمون آقای همنشین بهار راجع به اسیرکشی 67 پخش میکنم مرتب که یادت نره، ترم زیبایی گذاشته، اسیرکشی. هیچ جای تاریخ شما نمی‌بینی که با اسیر این رفتار کرده باشن که اینا این رفتار رو انجام دادن. یک نفر رو بگیرن، محاکمه کنن، یه حکم برایش صادر کنن، بعد که یارو حکم زندانش تموم شده و جرمش رو پرداخت کرده، هنوز تو زندان نگه دارن یارو رو 2 سال 3 سال نگه دارن، بعد دوباره دادگاه بذارن میگن نماز میخونی؟ نمیخونی؟ با نه نماز میخوندن؟ چطور نماز نمیخونی؟ پس این بار اون وقت اعدامش کنی. و حمید نوری بره اونجا کیک ببره، نخامهی ببره، قهقهه بزنه، بخوری رفقاتونو کشتیم. وقتی که رفسنجانی خمینی به درک رفت، رفسنجانی اومد، جنگ تموم شده بود، اینا از جبهه برگشتن، بعد نگاه کردن پرویز صیاد یه ترم قشنگی درست کرد، صمد به جبهه میرود، صمد از جبهه باز میگردد، دور دنیا چرخون.
گفت ما رفتیم، گفت اسلام در خطر است، رفتیم نخیر آقا جان خودمون در خطر است. حالا که برگشتیم دیدیم گدا علی و رفقاش همه شهر رو تصاحب کردن، ما سرمون بی کلاه مونده. رفسنجانی اینا رو صدا کرد و گفت نه، حالا دوره سازندگیه، من سردار سازندگی هم، برید بسازید که در کنار ساختن میتونی لفت و لیس کنی. یه در تحت عنوان شرکت درست کن، نمیدونم یکی یک کیف سامسونی دستشون داده بود. متاسفانه ما حافظه تاریخی نداریم، ما دیگه یه آدمی مثل جعفر شهری نداریم که تهران قدیمو برامون بنویسه در 6 جلد 7 جلد، نداریم اینو. اما یه ایرج مصداقی داریم که این کتاب عدالت خانه و ویرانگرانشون می نویسه، کمک بزرگی به ما میکنه. ما حافظه تاریخی نداریم. و نمیدونم وقتی که این اومد به اینا درست کرد، شرکت درست کرد، گفت برید. اینا هم یه کیف سامسونگ دستشون گرفته بودن، اومده بودن که برنج میخریم نفت میفروشیم، میخواستن نفت بفروشن. آخه نفت که در انحصار دولت، نه آقا رفسنجانی آزاد کرده نفت رو میتونیم بفروشیم. یه تاجر سعودی دوستم بود، مرد خوبی بود، انسان شریفی بود مثل بقیه سعودی ها. صدام کرد گفتش که این یارو میخواد نفت بفروشه بخریم ازش. گفتم آقا فکر نمی کنم چنین چیزی صحت داشته باشه، فکر می کنم بیشتر یه جور کلاهبرداریه، حواست رو جمع کن. گفت نه تمام سنداش اینا رو نگاه کردیم درسته و اینا، ولی فقط یارو رو سر دوند، هیچ اتفاقی نیفتاد. و اینا تحت همین قالب همین شرکت ها در خارج کشور آدماشون رو فرستادن که مثل میکونوس درست بکنن. چون میدونی که ماجرای میکونوس و اون آدمی که اداره میکرد در حقیقت یکی از همینا بود که یه شرکت درست کرده بود و تجارت میکرده. اینا صحبت میکنوس کردم، یاد داستان مسجد هامبورگ افتادم، مسجد برلین. اتفاق مهمیه، بازم مثل سخنان نتانیاهو میمونه، ولی آیا چیزی گیر ما میاد؟ آقا اینو باید از خودت سوال کنی. همین دلمون خنک میشه، گرفتم پدر سوخت آب بیشرف رو دیدی؟ دیدی؟ زدنشون چی رو زدن؟ کی رو زدن؟ مردم در زجرن. یه آدم شالاتان رو فرستادن به نام پزشکیان که آقا تو بیا بشو اینجا، من اینجا اونجا. حالا میگه نه من به وعده هایی که گفتم گو خوردم. کجا رفتن اونایی که میگفتن آقا این اومده این دیگه؟ حالا هم یه چی درست کردن که این گورباچوفه. بعد اون یکی میگه که نه ما اصلا حکومت توتالیتر نیستیم، ما مثل شوروی نیستیم که. نه شما صد مقابل فاسدتری، صد مقابل بدترید. من به عنوان آدمی که اون دوره رو تجربه کردم دیدم، من لهستان میرفتم دوره یارزلسکی، سوار هواپیما که می شدی دو تا سرباز می اومدن با لباس سربازی، کلاه و فلان و اینا، دو تا مسلسل، مسلسل هم تو بغلش بود. آدم وحشت می کرد کنار این یارو رد شه.
پولتو میخواستی بیای تو، پولتو باید نشون بده چقدر پول داری، جیبتو میگشتن چقدر پول داری، میخواستی خارج چی دوباره میگفتن چی خریدی. اومده اومدن اونجا بالاخره ارزون بود دیگه. یادم یه بار 300 مارک میشد اومد 100 دلار مثلا، خورد کردم. ده روز اونجا بودم، هر چی خرج کردم تموم نمیشد. مخصوص دادم به که گفتم آقا به اون ماموری که میزبان ما بود، گفتم بیا برای تو باشی، برای خود برای چی بخر. یه اونش کریستال خریدم خدا کری، بردم ایران سوغات دادم به اینو. نه بابا اصلا مثل ایران نیست آقا، هیچ جا مثل اینا جنایت نکردن. دارم بهت میگم اینا یکی دیگه از کارهایی که کردن، یه شهرداری رو آوردن به نام کرباسچی. این اومد گفت پس ما میتونیم هوا بفروشیم، تراکمه، پس ما هوا میفروشیم. چند طبقه میخوای؟ 3 طبقه؟ 4 طبقه؟ تو برو 5 طبقه بساز. اون یکی میگفت نه من میسازم جریمه میکنن دیگه، خب من جریمه شو میکنم میدم. گوه زدن به همه شهر، رفت به کارش، یکی عقب یکی جلو، یکی کج یکی موج، همه رو نابود کردن. میگم اگه لندن بری، پاریس بری، هر جا بری شهر همونه، ولی تهرون برو، آیا همون تهرونیه که تو ذهنت داری؟ نه. آیا بری خونتون همون شکلیه که بوده؟ نه. چون بغلش شهردار هوا فروغ یه چیز خرکی ساختن رفت آسمون، بدون اینکه فکر کنن این خب آدمایی که میان تو این کوچه این خونه بعد این ماشینا رو کجا پارک کنه، چجوری پارک کنه. بعد شد دوبله سوبله پارک کردن، هیچ کجای دنیا اینجوری نیست. از هر منظری نگاه کنی فساد و تباهی است. اهریمن بر میهن من تو حاکم، دلخوش به این مقدار نباشید که نتانیاهو این حرفا رو زد. اون برای خودش گفت، اون برای مملکت خودش گفت، نه برای من و تو. اون اومد اینجا دل این نماینده ها رو به دست بیاره، دشمن رو نشون بده که بتونه پول بگیره، سلاح بگیره. قرار نیست اون بره ایران رو برای من و تو آزاد کنه، اون میخواد میهن خودشو از شر اینا خلاص کنه. هیهات هیهات که جامعه من چرا اینجوریه، چرا این روشن فکرش مخالفین با نظام جمهوری اسلامی چرا اینجوریان، چرا این حداقل ها رو نمیدونن، چرا نمیدونن که ما تو این شرایط نیاز داریم که رهبری ایجاد کنیم. این همش دنبال اینه که مثل خمینی بشی، مثل آرژانتین، مثل شیلی. هر چی بگو آقا اصلا مثلی وجود نداره، جریان رودخونه است. این رودخونه مثل اون 1 دقیقه پیشش نیست. 1 دقیقه پیش اینجا برگ نبود، الان برگ و چوب و کاغذه رو آب رودخونه. مثال دیگه، این اون 10 دقیقه پیشیه نیست، این یه چیز دیگه است که من دارم نگاه میکنم. اون 10 دقیقه پیشیه ماهی از تو رو اینجوری نپرید، این الان ماهی ازش پرید بیرون. هیچی مثل هیچی نیست، کارنت جریانه. وارد بحثای فلسفی نمیخوام بشم که حرکت در بی نهایت معنا ندارد. نه معنی نداره، اما موضوع من این نیست.
موضوع من اینه که متاسفانه اینا گذشته رو در آینده میبینن. این خطرناکه، این بده. من این کتابو گفتم اومد دستم بذار یه تیکش همجوری باز کرد. نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، سوختن رویای رهبری. عجب جالب. تلاش رئیسی برای رسیدن به پست ریاست جمهوری و تحرکات گسترده‌ای که در این رابطه آغاز کرد نشانگر سمت و سوی او برای دستیابی به منصب و جایگاه ولایت فقیه بود که به شکست انجامید. شرکت او در انتخابات با دعوت 58 نفر از اعضای مجلس خبرگان، حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و روحانیت مبارز تهران صورت گرفت که نشانگر همسویی دستگاه مذهبی و حوزه های علمیه با جنایت و قتل و آدمکشی است و دلالتی بر برنامه نهاد قدرت برای رساندن وی به رهبری نظام و جانشینی خامنه‌ای. خریداری فن پیچ های پرطرفدار از جمله صفحه مربوط به صدف طاهریان که یک فوتو مدل ایرانی در فضای مجازی امضای توماری نمایشی در نمازهای جمعه و مساجد برخی نقاط کشور به عنوان کمپین رئیسی بیا و استخدام زنان بدحجاب در حمایت از او معرفی وی از سوی کانونهای قدرت به عنوان کاندیدای اصله، توزیع آرد در خوزستان با نام آرد متبرک از طریق بنیاد کرامت، توزیع روزنامه 40,000 صبحانه میان اتومبیل های مبادی ورودی مشهد، توزیع روزنامه 200,000 وعده غذای رایگان صبحانه و نهار در حرم امام رضا، سفر به شهرها و روستاهای استان خراسان با اکیپ های فیلمبرداری و پول پاشی در این مناطق، باز کردن دفاتر آستان قدس در 19 استان و دادن وعده های دروغین به ویژه اقتصادی بخشی از فعالیت های سید ابراهیم رئیسی برای تصدی منصب ریاست جمهوری و خیز برداشتن برای مسئولیت های بعدی بود که فرجامی نیافت. جالب ها، کتاب پیش از داستان مرد نوشته، ولی از کجا میدونست مصداقی که این فرجامی نمیابه. ورود محمد گیلانی به دستگاه قضایی و محاکم پس از عزیمت خمینی به قم، از آنجایی که وی در صدد نابودی سیستم قضایی مدرن و ایجاد تاریخانه قضایی بر اساس آموزه‌های قرون وسطایی فقه شیعه بود، شخصا به خانه محمدی گیلانی رفت و او را به سمت حاکم شهر دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز تعیین کرد. محمدی گیلانی پس از مدتی به ریاست این دادگاه رسید که یکی از اصلی ترین ابزارهای انحراف انقلاب ضد سلطنتی به استبداد دینی و حذف و تصفیه مخالفان بود. نمیدونم. باز طرف نیست. آقا تو چرا میگی نمیدونم؟ خب آقا من نمیدونم چرا جامعه هم این کارو میکنه. نمیدونم، نمیفهمم که چرا ممانعت میکنه از ایجاد یک رهبری منسجم در اپوزیسیون. آقای سلیمی اون روز تو برنامهش به من تاخت که شما همه این میکروفون رو دادی به یک نفر. گفتم کی من این کاری کردم؟ آقای مصداقی از 2011 تا الان هر چهارشنبه برنامه داره. البته اول چهارشنبه ها نبود، همینجوری هفته یه روز، ولی بعدن فقط شد چهارشنبه. وقتی دیدم اون توان صحبت داره و میتونه حرف بزنه، چرا که نه؟ چرا؟ برای اینکه از روز اول
بنیاد این رسانه رو بر این گذاشتم که اگر خودت میتوانی خودت و اگر کسی را میشناسی دعوت کن، ما میکروفون بهش میدیم. کسانی که من در این رسانه آوردم شاید رسانه های دیگه اینطوری بهشون نگاه نمیکردن، ولی امروز همشون رو میبرن. شما نگون آقای ایجادی رو خانم اختر قاسمی برای کیهان لندن برای مصاحبه میکنه، بی بی سی باش مصاحبه میکنه، شهرام مهمی اصلا ساعت بهش داده بیا اینجا حرف بزن بش، در حالی که اون برای اینکه خودشو پاک کنه از اینا استفاده میکنه، نه اینکه به اینا لطفی داشته باشه، نه ابدا. یکی پیداشه $100 بهش بده میگه آقا برو بیرون، سابقهش اینو نشون داده. تو این را اشتباه بوده، یه ده آدم فاسد رو آوردن مثل حشمت رئیسی، یه آدمی که دخترشو کتک میزنه که چرا دوست به سر داری فلان تو آلمان، دختر بچه‌ای که از بچگی اونجا بزرگ شده رشد کرده، از تو دهه 80 اومده اونجا، 80 میلادی رو عرض میکنم، سی و هفت سال بچه اونجا زندگی کرده. بعد این باهاش اینجور رفتار میکنه. یا اون یارو صدفان سلاخی، خب برادرش با من یار بوده، عزیزم بوده، کیو مرس دادرست. یه سایتی بود به نام نمیدونم فرهنگ ایران، یه روز دیدم یه کسی برای من نامه نوشت که تو که نمیدونم فلان هستی و اینجور هستی و شاگرد استاد ریاضی بودی چرا؟ گفتم این کیه؟ دنبال کردم پرسیدم که تو کی هستی؟ تو این اطلاعاتو از کجا آوردی؟ گفت آقای دادرس بهم داد. گفتم کیومرث؟ گفت نه، این یکی حلقه مسقه صدفان سلاخی. و اینا پدرشون هم ارتشی بود، به سرام همه ارتشی شدن، اما نه در این حدی که این دروغگوه داره میگه من نمیم فرمانده بودم اینجور کردن، نه با یه صدفان بوده، صدفان گارد بوده. ولی در سال 2018 وقتی که کیومرث رو در برلین دیدم، به عشق دیدار کوبیده بود اومده بود برلین که همو ببینیم، وقتی گفتم این برادرت، گفت نه نه راجب اون حرف نزن، بیا حالا اومدیم ما تو رو ببینیم اینا، کدرمون نکن، مکدرمون نکن. فهمیدم قصه از کجا خرابه. همون سال وقتی که در فرانسه بودم تلفنم زنگ زد، این تو ماه جونه، دیدم دختر زنده یاد علی اصغر حاجس جوادی است، آشفته و برانگیخته همینجوری داره به من میتازه. یه گفتم بانو شما یه داره سب کن بزن منم، گفت نه شما فلانی بهمانی علیه پدر من اینجور گفتی اونجور گفتی، من که این حرف رو زدم، من که کجا این حرف رو زدم. بعد گفتم گوشی رو بده به مادرت، با مادرت صحبت کنم که آن خانم نمیداد، گفت مادرم حاضر نیست با تو حرف بزن،
ای بابا مکافاتی گیر کردیم. بالاخره تلفن زدم قطع میکردن، تلفن میزدم قطع میکردن، تا بالاخره خانم کاتوزیان جواب داد. گفت چیه؟ گفتم خانم من کی به شما اساءه ادب کردم؟ کجا من کار زشت کردم؟ بعد شروع کرد گفتم، گفتم آقا به من ربطی نداره، اون الان یه سال تو تلویزیون ما نیست اصلا، اون درست به همین دلایلی که شما میگی ما عوضشو خواستیم، اون یه جای دیگه رفته تو یوتیوب یه حرفی زده، چون یه موقع اینجا بوده، یعنی من گفتم این حرفا رو، من که نگفتم این حرفا رو، ولی کدر شدن اینا، در حالی که آیسه جوادی آدم خوبی بود، آدم ایران دوستی بود. هست ویدیوش، هست آخرین ویدیویی که با یه رسانه صحبت کرد، اصلا آخرین ویدیویی که ازش هست همین ویدیویی است که 2017 من باش گفتگو کردم در فرانسه. بعدش دیگه نیست، رفت. ولی همه فکر و روح و روانش راجب ایران بود. کسی بود که به استقبال رفته بود، ولی امروز خواهان براندازی این نظام بود، خواهان رفتن این نظام بود. ولی شما میبینید که این خانم هدایت میگه که اینا نگران رفتن جمهوری اسلامی هستن، چون نمیتونن آینده خودشون رو در پس جمهوری اسلامی تصور کنن. به همین دلیل همه تقلاش رو میکنه که این نظام بماند. ما در چند جبهه باید مبارزه کنیم، نه فقط با نظام جمهوری اسلامی، بلکه با این کسانی که خواهان حفظ و بقای نظام جمهوری اسلامی هستن. من فکر کنم این شماره رو بردارم بهتره، برای اینکه ظاهرا کسی تمایلی به تلفن نداره، پس بنابراین هیچ ضرورتی نداره ما این تلفن رو نگه داریم رو خط. متاسفم. البته گفتم شکل ماجرا تغییر کرده. یه روزگاری یادش بخیر، یادش گرامی باد، آقای خاچاتوریان یه برنامه داشت و اون موقع تو تلویزیون ضیا برنامه داشتن و با خانم آیلین میومد، آیلین ویگن، دختر مرحوم ویگن. یادم میاد یه دونه فنجون قهوه دستش میگیره میاد میذاشت و بعد روم میکرد میگفت خب چی بگیم؟ اونم میگفت چیز نمیخوای بگیم، الان تلفن میزنن خودشون میگن. بعد تلفن ها زنگ میخواد. یه روزگاری بود، ولی امروز دیگه اونطوری نیست، یا لاغر برای من اونطوری نیست کسی ذوق و شوق تلفن به ما رو داشته باشه. شاید نمید دلیلش اینه که ساعت برنامه معین نیست، شاید نمیدونه واقعا چه ساعتیه. البته امروز هم نمیدونم اینا دلیله دیگه، گفت انسان موجودیست دلیل تره. یکی اینه که امروز روز افتتاحیه است، مراسم افتتاحیه است، حتی تلویزیون اینجا داره مستقیم پخش میکنه، کانال ام بی سی، و خیلی جالبه. شاید خب دوستان دارن اون رو تماشا میکنن، ترجیح میدن بعدا بیان تو یوتیوب نگاه کنن، ضرورتی نداره که حتما لایف برنامه رو دنبال کن، میتونه تو یوتیوب پیگیر داستان باشی. ولی خلاصه کنم حرفمو، ما تا زمانی که نتونیم یک رهبری منسجم برای این حرکتی که درون ایران وجود داره
امروز بردن تو استادیوم 3000 نفری، یه عده زن و بچه رو جمع کردن اونجا که ما خواهان چادریم، بعد چادر سرشون کنن. جمهوری اسلامی زورش نمیرسه به این موضوع. 40 چند سال داره زور میزنه، امروز نیا کن ببین چه شکلی جامعه. حالا اون اول میگو حالا چی نگو، بذار اینا کارشونو بکنن. اومدن که با امپریالیسم جهانخوار مبارزه کنن، ما رو از این ورطه بیرون بکشن. پس اعتراض نکن، عیب نداره. ولی امروز که دیگه اونطوری نیستش که. امروز رادیو گیلان نمیدونم یه برنامه داره توی همین تلگرام، هی میره فیلم های اروتیک میاره نشون میده فلان فرمانده با فلان زن زیر دستش چیکار کرد، زن شوهر داره ولی این افسر فرمانده زن افسر زیر دستش ارده و داره باش اشبازی میکنه. امروز فساد در جامعه علنه، مثل دیروز نیست. بذار بریم ببینیم میتونیم پیدا کنیم. خب بذار بریم اینم قول دادیم اینم انجام بدیم که دیگه کارمون تکمیل بشه، همه رو گفته باشه. دی بابا ای بابا دستش دادیم که بذار اینو درستش بکنم. ای بابا کنده نمیشی تو. بله اینجوری بهتره. می‌نویسه که مریم آیپک، می‌نویسه امروز سالگرد ساعت 25 ایرانه، نوشته ایران به مناسبت سالروز درگذشت پادشاه فقید ایران. در کنفرانس گوادالوپ کارتر رسما اعلام کرد که دیگر شاه باید برود و ارتش آمریکا جای ارتش ایران را در خاورمیانه خواهد گرفت. انگلستان هم برای فرار از بدهی‌هایش به ایران پشت آمریکا درآمد. شاه در پیامی بی سابقه با خشم کارتر را خطاب قرار داد که بدون شناخت فرهنگ و تاریخ ملت‌ها چنین تصمیمی گرفته و او یک فرد نیست که با تغییرش روابط ایران و آمریکا پا بر جا بماند و با رفتن او شرایط از کنترل خارج خواهد شد و خاورمیانه روی آرامش را نخواهد دید. در 27 دسامبر 1978 در کاخ نیاوران ملک حسین پادشاه اردن هاشمی به محمد رضا شاه گفت نرو، زیر پای مردم خاورمیانه نفت نیست، بشکه های باروت است، اگر بروی خاورمیانه رفتنی است. شاه به او پاسخ داد قیمت این رفتن را مردمی خواهند پرداخت که نمی دانستند برقراری صلح در منطقه با میلیاردها دلار منابع
طبیعی و انرژی کار هر حکومت نیست. من در مقابل مردم خود نخواهم ایستاد. سلطنت بر روی جنازه های مردم کشورم خواست من نیست. برای من رفاه و آینده مردم ایران مهم بود. مشکل باروت زیر پای مردم خاورمیانه تقصیر من نیست. تولید روزانه 30 میلیون بشکه نفت همه دنیا را به خاورمیانه می کشد و بعد از رفتن من می دانم که خاورمیانه رفته نیست. او باید می رفت. وقتش رسیده بود. منابع یادداشتهایی از گوادالوب، جیستارسکن، رئیس جمهور وقت فرانسه، مجموعه خاطرات ملک حسین پادشاه اردن، پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی، ماموریت در ایران نوشته ویلیام هیلی سلیوان، مامور ویژه ایالات متحده در طرح تغییر و براندازی حکومت ایران، هم میهن گرامی. پس از خواندن این مطلب بی تفاوت نباش و با فرستادن آن به دیگران بگذار تا همگان و آیندگان هم بدانند که چه کلاهی بر سر ملت ایران کردند. ساعت 9:17 صبح روز 5 مرداد سال 59 بود که در اتاق باز شد و پرستاری گفت شاه مرد. شهبانو به همراه شاهزاده رضا و شاه دخت فرهناز در بیمارستان بودند، اما علی رضا و لیلا به خاطر سنشان در بیمارستان حضور نداشتند. پزشکان و پرستاران زیادی در اتاق بودند، اما کسی را به اتاق راه نمی‌دادند. ستا خبرنگار و عکاس پشت در اتاق سی‌سی‌یو بیمارستان و در حیات بیمارستان جمع بودند. این خبر به دنیا مخابره شد. پادشاه ایران مرد. ساعت حدود 11 صبح بود. پرزیدنت انور سادات با لباس نظامی به بیمارستان رفت و مستقیم به اتاق شاه رفت. دستش روی قلب شاه گذاشت و به زبان انگلیسی گفت تو در ساعت 9:17 مردی و ایران در ساعت 25. آن روز کسی نفهمید پرزیدنت انور سادات چه گفت، معنی ساعت 25 چیست. انور سادات در کاخ ریاست جمهوری مصر رفت و در یک مصاحبه مطبوعاتی با شرکت ستا خبرنگار خارجی و داخلی شرکت کرد. او گفت جهان عزادار شد، امروز مردی از میان ما رفت که خواهان صلح بود. بعد او خاورمیانه رنگ آرامش و آسایش به خود نخواهد دید. او فقط پادشاه ایران نبود، او پدر بزرگی برای منطقه خاورمیانه بود. روزهای سختی را پشت سر گذاشت. او برای دفاع از کشورش در مقابل دنیا ایستاد. او امروز صبح مرد، اما ایران در ساعت 25 از حرکت ایستاد. این خبر به ایران رسید. ساعت 2 بعد از ظهر روزنامه کیهان اطلاعات با خط درشت نوشتند شاه مرد. عده‌ای از مردم شاد شدند و در خیابان‌ها رقصیدند. خبری از گشت ارشاد نبود. به هم شیرینی و شکلات و آدامس خروس نشان می‌دادند. درست خاطرم است در قسمت آگهی‌های ترحیم و تسلیت روزنامه کیهان کسی نوشته بود 5 مرداد 1359 ساعت 25 مرگ مردم ایران بود. هرگز کسی نفهمید این آگهی تحریم از طرف چه کسی در کیهان چاپ شده بود. فرانسوی ها ضرب المثلی دارند که حرکت روز و شب 24 ساعت است و ساعت 25 ساعت مرگ است. به واقع ساعت مرگ ایران بود. کدام دشمن می توانست در عرض 20 سال جنگل های من را نابود و رودخانه های من را بیا. سعید لیلاز یک گفتگوی کرده بود و گفت نخیر اینا بی خودی میگن، ما حتی جنگلامون رشد داشته. من دیدم که نیکاهنگ که من افتخار دارم که این برنامه های درباره آبشو پخش کنم به درستی اشاره کرده بود به این موضوع و یه پاسخ دندونشکن داد که من اون رو روی صفحه سایت و اینجاها قرار دادم. امیدوارم شما هم برید و دنبال کنید، روی صفحه سایت میهن تیوی برید و سایت رو بالا پایین کن، فقط تلویزیون نیست. سایت میهن به نظر من یکی از کارهای خوبیه که انجام شد در ظرف این 15-16 سال. صفحه سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن.
آخرین خبرها رو به زبان انگلیسی از سورس اصلی خبر، خبرگزاری معتبر، 45 خبرگزاری معتبر هر 15 دقیقه آپدیت میشه، خودشو بروز میکنه و به زبان انگلیسیه چون خبر خبر اصلیه. و دی ایران پست، کاری از رضای گوهرزاد که خبرهای مربوط به ایران رو اونم به زبان انگلیسی منتشر میکنه، اونم روی صفحه هست. لطفاً سایت میهن رو بالا پایین کنید، مقالات، یادداشت‌های روزانه، آرشیف، همه سایت به نظر من هر گوشش رو که نگاه کنی خوبه، به دوستانت هم معرفی کن. جنگل های من رو نابود، کدام دشمن میتوانست در عرض 40 سال جنگل های من رو نابود، رودخانه های من رو بی آب، دریاچه های من رو باتلاق، تالاب های من رو خوش، مزارع من رو ویران، دشت های من رو کویر، آثار باستانی من رو تخریب، صنایع من رو ورشکسته، فرهنگ من رو نابود، هویت من رو تحقیر، کشاورز من رو در به در، معلمان رو بیچاره، کاسبان را درد، پزشکان من را بیوجدان، جوانان من را معتاد، نخبه ها را فراری، دانشگاه های من را بیخاصیت، دانشجویان من را کمسواد، اساتید من را منفعل، بازنشستگان را محتاج، کارمندان بیکار، کارگران گرسنه، کارآفرینان بدهکار، بانک های من کم رقم، مسئولان را اختلاسگر، مدیران من را رانتی، پاسپورت من را بی اعتبار و پول ملی من را 4000 برابر بی ارزش کنند. اینم امضای محمد رضای پهلوی. یه نکته نوشته بود راجع به آدامس خروس نشان، اینا من چند بار براتون تعریف کردم و هر بار که تعریف میکنم یه حسی به هم دست میده. یه بود که یه لحظه ببخشید. یه درنگی بکنیم. دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. یادم یه سفری رفته بودم به آلمان، فکر میکنم سال 83 داشتم به دیدار دوستی میرفتم. او تو شهر هوخس زندگی می‌کنه. هوخس یک شهرکیه که در کنار فرانکفورت قرار داره و یه ایستگاه قبلش یا بعدش دوباره یه شهرکیه به نام راسلهایم، یا خونه آقا رسول من بهش میگم، هایم به معنای خانه، راسلهایم. و وقتی که شما از ایستگاه قطار پیاده میشی و از پله ها بالا میای که برسی به میدون شهر، با یک مجسمه عظیم روبرو میشی. یه مردی بلند قامت بر فراز یه سکو ایستاده، بر روی عصاش تکیه زده و کلاه از سر برداشته و لبخندی دارد و نوشته ویلکام تو راسلهایم. اینجا شهر اوپله، کارخونه اوپل اینجاست و این شهر در حقیقت این شهرک مثل پیکان شهر میمونه که زندیات خیامی ها درست کرده بودن برای کارکنان پیکان که نرن دیگه شهر رو برگردن، یه خونه های آپارتمان شیکی بیان توی این خونه های شیک زندگی کنن، آپارتمان های مدرن. بعد عرضم به حضورت که خب این
داستان راسلهایم بنیانگذار همین آدم اوپل بود، عکس آدم اوپل بنیانگذار کارخانه اوپل در آلمان که اینجوری تقدیر ازش کردن. و وقتی شما وارد شهر میشی در حقیقت با لبخند و خوشامدگویی این مجسمه روبرو میشی. حالا جایی که من دفتر کارم بود این رو به عنوان نه مصادره بلکه به عنوان اموال بلا تکلیف مربوط به یه شخصیتی به نام آقای حسپیان بود که این آقای حسپیان یه سرمایه‌دار ارمنی بود که توی شرکت‌های مختلف راهسازی و اینا مثل شرکت آرک و اینا که خیلی کار کرده بودن تو بخش جاده و لوله‌گذاری در ایران. شرکت آرک یک سابقه اینم هم 100 ساله شاید داشته باشه امروز و حسپیان یکی از شرکای این بود. یا فرض کنید که شرکت کوماتسو که رقیب سرسخت بود برای کاتپیلا، یک مؤسسه ژاپنی بود که همین ماشین‌های راهسازی رو می‌ساخت. آقای حسپیان تو این کارخونه یعنی شرکت هاماراگ هم جزء سهامدارا بود و یه مدار ساختمون داشت تو خیابونه همین تخت طاووس عباس‌آباد، ساختمون‌های بسیار مدرن و شیک و خیلی عجیب و غریب. یکی از این ساختمون‌ها معروف بود به ساختمون پاپازیان که تو خیابون قائم مقام زیر میدون شاه بود، یه برج دو قلو بود، یکی بالا یکی پایین کنار هم دیگه و از طریق پله‌ها این دو تا برج به هم دیگه وصل میشه. من طبقه چهارم اینجا بودم که بعد سال 68 ریختن و اینجا رو میخواستن بگیرن و بکنن خوابگاه، که بالاخره بعد از که من ایران رو ترک کردم اینا موفق شدن این کار رو بکنن و تا زمانی که من بودم ایستادم، همسایه ها رو تحریک میکردم که در مقابل اینا بایستید و خب اونام کمک کردن این اتفاق افتاد. بعد عرضم به حضورت که اتفاقی که افتاد این بودش که سیما را اینگزی رد کنیم بهتر. این ساختمون، ساختمون آقای حسپیان جزء اموال بلا تکلیف بود، بنابراین بنیاد مستضعفان روش چنگ گذاشته بود، انداخته بود و بایستی که ما کرایه هامون رو می‌بردیم می‌دادیم به اینا و اینا هم هی می‌مدن می‌گفتن نه باید کرایه زیاد کنی، اینجا کنی اونجا کنید. و من می‌گفتم شما صابخونه که نیستی که با من اینو میگی، که صابخونه من میتونه با من قرارداد داره، اون میتونه به من بگه که شما کرایت زیاد کن. شما مسئول نگهداری اینجا هستی، مسئول کرایهش که نیستی که. حالا با ما حکم کردی که پول بیاریم بریزیم به صندوق شما، با شما پول به طور امانی شما رسید ما میدی، ما پول میریزیم به حساب شما. اگه فردا صاحب ملک اومد گفت کرایه هم چی شد، میگیم طبق این رسیدا ما کرایه رو به این اداره دولت دادیم. در نتیجه راه باز شده بود که ما هی بریم اینجا و بیایم. اون موقع این بخش املاک و مستقلات بنیاد مستضعفان تو میرداماد جردن همین یه دونه کوچه بالا اونجا بود، یعنی از توی میرداماد که وارد جردن به سمت شمال می شدیم اولین کوچه سمت چپ یه دومین خونه بود، یه خونه بزرگی بود که سنگ همین تراورتن قرمز داشت، سنگ های مال آذرشهر. خیلی هم خونه شیک و قشنگ بود، انقدر خونه زیبا بود و تعداد اتاقات زیاد بود که اینا اینجا رو کرده بودن بخش املاک و مستقلات و گن زده بودن به خونه یارو رفته بود به کارش. بعد من ازشون پرسیدم که اینجا که شما دارید الان در اختیار گرفتید این خونه مال کیه؟ یهو با یه لحن انقلابی بادی به گلو انداخت و گفت مال یه طاغوتی بوده. گفتم خاله میدونم شما که گرفتید مال کی بوده؟
حالا تاغوت ماغوت چی ول کن، صاحب اسمش چی بوده؟ گفت یه آدم صهیونیستی بوده سالی 1,000,000 دلار کمک میکرده به اسرائیل. گفتم عجب، این کی بوده؟ خب اسمش چیه؟ گفت صاحب کارخونه خروس نشان. گفتم همین کارخونه خروس نشان که هر 4 تا آدامسشو 1 قرون میفروخت به ما، اونو میگه یعنی؟ بابا من رفتم فرانکفورت این مجسمه رو دیدم، حیرت کردم. شما باید به این آدم جایزه میدادید. اگه یه آدمی بتونه یه محصولی تولید کنه که این محصول بعد از اینکه کارخونه تولید کرد و بخش فروش کارخونه این رو میفروشه به بنکدار، یعنی هولسیلر به قول معروف اینجا، یا پخش کننده عمده، پخش کننده عمده روش یه سودی میبره و این رو میاره عرضه میکنه به بقالی و چقالی، بقاله روش سود میکنه، اینو میفروشه 1 قرون. خب این جایزه داره، این یارو نخبه است، نه اینکه بری مالشو بگیری. هیچ وقت این یادم نمیره که اینا چه جنایتکارایی هستن و چه کارهایی که اینا بر سر اون مملکت نیاوردن. آن صحبت از علی در بروکسل کردم برات بخونم. یه انشایی فرستاده، داستانک احیا، میگه لباس مشکی تنم کردم. بذار اینو بذارمش رو صفحه، شما هم محروم نشوید. میگه لباس مشکی تنم کردم و رفتم سمت مسجد برای مراسم احیا. نیم ساعتی بود از مراسم گذشته بود، اونقدر شلوغ بود که حتی تو حیات مسجد هم نشسته بودن. صدای الهی العف الهی العف مردم، صدای خلصنا من نار، خلصنا من نارشون تو کل محل پیچیده بود. اومدم برم تو مسجد، دیدم یه دختر بچه جلوی در مسجد نشسته، به دیوار تکیه داده و یه بسته آدامس و چند تا فال دستشه. یه چند دقیقه وایسادم و نگاش کردم، هیچکی ازش هیچی حتی یه قلم نمیخرید. بی اعتنا و با عجله از کنارش رد شدم. گفتم خوبی؟ گفت ممنون. اما یه آدامس ازم میخری؟ دست کردم تو جیبم، فهمیدم کیف پول رو تو خونه جا گذاشتم. گفتم صبر کن میرم خونه کیفمو میارم و ازت میخرم. گفت اما تو میدونی القوس القوس خلصنا من نار یا رب یعنی چی؟ آخه امشب همه همینو میگن. گفتم یعنی خدایا پناه هم باش و منو از آتش جهنم دور کن. گفت یعنی جهنم گرمه؟ گفتم آره خیلی. گفت یعنی از تو چادر ما هم گرمتر؟ گفتم چادر؟ گفت آره، من و مامانم و خواهرم تو چادر زندگی میکنیم، زورا که آفتاب میزنه میسوزیم، خیلی گرم میشه، خیلی مادرم قلبش درد میکنه، گرمش که میشه بیشتر قلبش دردش میگیره. سرم انداختم پایین و هنوز سوال داشت، اش تو چشام غلطید. گفت اما یعنی من الان بگم خلصنا من نار، خدا فقط من رو از آتش جهنم دور میکنه، از گرمای تو چادر دور نمیکنه؟ آخه میدونی من مامانم رو خیلی دوست دارم، چیزی بشه منم میمیرم. میخواستم داد بزنم، آهای ملت بیمعرفت، این بچه اینجا نشسته، شما یه بسته آدامس ازش بخرید تا از گرمای توی چادر خلاص بشه. خلصنا من نار اینجاست، نگاه کنید، الهی العف اینجا نشسته. نگاه کرد و یه بسته آدامس انداد، گفت بیا عمو این آدامس رو من مجانی بهت میدم چون با هم حرف زدی. اشکام ریخت، رفتم خونه و کیف پولم رو برداشتم و فوری برگشتم.
اما هرچی گشتم دختر بچه نبود. با آسمون نگاه کردم، چشمان پر اشک شد. آدامس رو باز کردم و گذاشتم دهنم. مزه درد میداد، مزه بغض میداد، مزه اشک میداد. و این قصه ایست که دائما تکرار میشه، ولی هیچی راجع به این که حالا من چی کار باید بکنم توش نیست. اینا فقط هیچ همینجوری فقط دلخوشکنک ماست که یه چیزی بگه ما دلمون خنک بشه، وگرنه هیچی تو این حرفا برامون در نمیاد. من همش دارم فکر میکنم به سخنرانی نتانیاهو که خب این حرفا رو زد، اون یه چیزی گیرش اومد، چی گیر ما میاد، چی نصیب ما مردم میشه. این فیلم زیرخاکی احترام، فقط جوری که خمینی رو پروکنده بود، فیلم زیرخاکی احترام فقط جوری که خمینی رو پوکنده بود. ببینیم چی بوده داستان آقای ترامپ. بذار ببینم آقای صداش در بیاد. صداش در نمیاد. I mean, this son of a bitch is something like nobody's ever seen. Think of this character Khomeini. I mean, this son of a bitch is something like nobody's ever seen. Think of this character Khomeini. I mean, this son of a bitch is something like nobody's ever seen. میگه به خمینی فکر کنی. این آدم بی همه چیز رو هیچکی اصلا تو ذهنش هم نمیتونست تصور کنه که یه همچی آدمی ممکنه اصلا وجود داشته باشه. اینم یه قصه پر از آب و چشم ماست. نگاه کنیم با. در خانه بند خدای پیرمرده با 70 سال سن سگ برمیداره سنگ، با سنگ دنبالی میزنه، میگه به چی اینجا خوابیده؟ چون درخت داره زیر سایین. تو تو خانه زیر کولر خوابیدی؟ به جایی که یک ساعت آب بزیردم در بگی، ثواب داره، بچت ببینه یاد بگیره، نوت ببینه یاد بگیره، سنگ برمیدیدی ردیم میکنی؟ خب جون دادنت بد جور جون میدی، به کرم میافتی، کسی زیر تابوتت نمیگیره. فکر اینجا هم بکن، تو قبر بالاخره عذابت سخت میشه. سنگ در میگیری مثل این تو سر ایوون، خیر نمیبینی، خیر نبینی انشالله. یالی بخور بخور. سگی که نشسته زیر سایه درخت، در خانه بند خدای پیرمرده با 70 سال سن سگ برمیداره سنگ، با سنگ دنبالی میزنه، میگه به چی اینجا خوابیده؟ چون درخت. دیدیم یه چیزی بهت بگم و اونه که من این برنامه های که یه دوستانی به نام آقای مهدی گنجی یک برنامه رو در یوتیوب داره به نام مستر دکو که نقد میکنه سریال و فیلم رو و از جوانایی که مثل خودشن و اهل سینما و این درسونده این رشته ها هستن دعوت میکنه و میان راجع به این موضوع ها حرف میزنن. یکی کارهای جالبی که کرده اینه که سه‌شنبه ها رو اختصاص داده به حمایت از حیوانات و از همه هنرمندا دعوت میکنه که توی این کارزار شرکت کنه، که البته خب این یه کار خیلی خیلی جالبیه، تو مملکت ما داره انجام میشه و ما همه شاهدش هستیم که این کار چجوری صورت میگیره.
بز دوره این مطلبه. میگه در سالهای آخر عمر در جشن تولد ملکه الیزابت از زی پرسیدن که شما چه کار مهمی احیانا مبتنی یا احیانا مثبتی در دنیا انجام دادی؟ ملکه کاملا ریلکس و با تبسم میگفت من هیچ کاری نکردم، فقط جای دوتا چیز رو با هم عوض کردم، جای فروپاشی ایران و شوروی رو. اگر اول شوروی فرو میپاشید، تمام شهرها و مناطقی که با عهدنامه‌های قاجاری از ایران جدا شده بود مجدداً به ایران ملحق میشد و اون وقت ایران امپراتوری میشد که از هم پاچیدنش با حکومت پهلوی‌ها محال بود و دقیقاً یک بلوک شرق قوی‌تر از شوروی شکل می‌گرفت. پس عاقلانه بود اول خود ایران با طرحی به نام انقلاب آخوندی از هم بپاشد، سپس فروپاشی شوروی انجام شد، در حالی که در برنامه اصلی اول قرار بود شوروی از هم بپاشد بعد ایران، ولی من جای این دو فروپاشی را با هم عوض کردم. گزیده از کتاب تاریخ کینگدام نوشته رابرت راجز، انتشارات استوربتمن. که من واقعا باور ندارم چنین حرفی رو که یک ملکه انگلستان همچه حرفایی زده باشه. شوروی رو هیچ کس درش دخالت نداشت، شوروی راه کجی رفته بود که هیچ سرانجامی جز فروپاشی نداشت، درست مثل جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هیچ چیز راهی جلوی پاش نیست الا فروپاشی. همه داستان بر اینه که ما مردم ایران در این ماجرا چه نقشی میتونیم داشته باشیم و چطوری میتونیم آینده خودمون رو ترسیم کنیم. بدون داشتن یک رهبری در حرکت مردم کار ما سخت میشه. من مطمئنم بعد از مرگ خامنه‌ای داستان پیچیده تر خواهد شد، برای اینکه به قول آقای سلیمی میلیونرهای مسلح هر کدومشون تیم خودشونو دارن و برای ما دردسرساز خواهند شد. ایران داره به شرط بد حرکت میکنه. 20 و چند ساله که میکروفون در اختیارمه و از یک تریبون دارم استفاده میکنم، میگم ما با سرعت برق و باد به سمت تاریکی داریم حرکت میکنیم. شاه میره شیخ میاد، شیخ میره سرهنگ میاد، در اصل ماجرا تفاوتی نمیکنه. ما به سمت تاریکی داریم با سرعت برق و باد پیش میریم. آقای مصداقی سوگشته تونل وحشت، من میگم تاریکی، سیاهی، تباهی. هیچ راهی برای ما وجود نداره الا اینکه یک رهبری منسجم شکل بدیم تا بتوانیم جامعه را از این مخمصه نجات بدیم. آقای مهدی نصیری اومد اینجا حرفاشو زد، حالا برمیگرده، نمیدونیم چه اتفاقی برش میفته، ولی حداقل سر حرفش وایساد، حرفی رو که گفت انجام داد. این جای تقدیر داره، جای خوشحالیه. من دلم میخواست که باهاش یه گفتگو بکنم، اما بنابرای یه دلائلی چنین چیزی اتفاق نیفتاد. امیدوارم موفق بشه، امیدوارم که این کاری که داره انجام میده به یه ثمری برسونه. اون طرح از شاهزاده تا تاج‌زاده‌اش حرف درستیه. البته میگه که این بحث تاج‌زاده فقط از نظر سیلاب یا اینکه رنگ این داستان درست در بیاد شاهزاده تاج‌زاده گفتم، مقصودم شخص تاج‌زاده نیست، بلکه مقصودم اون طیفیه که منم راجبش حرف میزنم. به شما میگم که همه اینایی که میگن اینا میخوان برن، طرفداران شاهزاده میخوان برن تو ایران، این بساطو پهن کنن و جمع کن بذار توی اتاق، اونایی که درون ایران دارن فعالیت میکنن هم وزن‌کشی کنی ببینیم وزن کدومشون بیشتره. آیا اینا میتونن ما نگی درست دوباره خمینی نمیدونم
اینطوری که اونطوری که اون داستانا رو فراموش کنی. خب این تاریخه، مثل محمد رضا شاه. محمد رضا شاه امروز چند ساله؟ 59 60 تا الان 43 سال 44 سال محمد رضا شاه چه در بسترش آرام خوابیده، به لقاء الله پیوسته، آثارش به یادگار میماند، تاریخ از اینا یاد خواهد کرد، از هیتلر یاد میکنه، از خمینی یاد میکنه، از آیزنهاور و نمیدونم کندی هم یاد میکنه، از استالین یاد میکنه، از یارو کوبایی یاد میکنه، کاسرو، از ماو یاد میکنه، و از خیلی های دیگه در این تاریخ یاد خواهد کرد. یعنی تاریخ ازشون یاد میکنه. این که میگم که اون اتفاق نخواهد افتاد یه دلیلش اینه. اینو نگاه بکن، کنار هم به امامت منتظری نماز جماعت خواندند. سفیران فرانسه، انگلیس و آمریکا در حالی که نمیدانستند چگونه نماز بخوانند، عجب کلاهی بر سر شورشیان 57 گذاشتند. اصلا میتونی همچیزی رو تصور کنی؟ شدنیه. امروز چنین چیزی در ایران شدنیه؟ میشه این کار کرد؟ آیا تا به حال همچین؟ میشه تکرار کرد؟ طبیعتا نه، چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. تاریخ یه باره، هر روز تکرار نمیشه. در هیچ کجای دنیا شما چنین چیزایی رو ندیدید که ما از 57 تا الان داریم تجربه میکنیم با پوست و گوشت و استخونم. دوستان من نرنجید از من، نگران چی هستی؟ فکر میکنی چی؟ مثلا چه اتفاقی قراره بیفته؟ تا ما نتونیم، ببین همه حرفم امروز همینه، تا نتونیم ما یک اپوزیسیون منسجم با یه رهبری معین داشته باشیم، نطق نتانیاهو دهشه‌ای هم نمیارزه. اون میاد حرف میزنه، پولش میذاره جیبش میره، من تو همینجوری نگاه میکنیم، هیچی گیره اون نمیاد. مسجد آنبورگو میبندن، هیچی گیره من تو نمیاد، چون نداری، صدا نداری، صدا شنیده نمیشه. همین یارو پسره که شده معاون آقای فلانی ترامپ، جی دی ونز، در این جریان سیپک که کانسرواتیف های محافظه کار هستن، محافظه کاران جمهوری خواه هستن، بهشون سیپک میگن، رضا پهلوی سخنرانیش مقدم بود بر همین پسره. یعنی نشون میده که یه ولیو داره، یه ارزش داره، اون میفهمه. ما هنوز درک نکردیم، ما سنگ رو برداشتیم به جونش افتادیم. نمیتونم حل کنم، نمیفهمم، به راستی نمیفهمم. میگیم خیلی خوب، این بد، این هر چی تو میگی، تو چی؟
تو کی رو معرفی میکنی؟ بالاخره یه شاخصی باید معرفی کنی دیگه. تو زندان هم؟ سالها پیش فکر کنم امروز با آقای نوری علاقی صحبت کردم، تصحیح هم کرد، گفت 2008 همین ماجرای سرمایه ملی رو مطرح کرد و استدلال کرد که آقا در ایران نمیتونه شکل بگیره به دلیل اینکه تا بخواه حرکت کنه میگیره میبنده به داغ و درفش. کی جرأت میکنه؟ شونیا کن میگه که تعداد زنانی که اعدام کرده در این مدت اخیر، این 3-4 ساله، اصلا در دنیا سابقه نداشته این همه اعدام زن. هیچ کجای دنیا اینجوری که زن اعدام کنه نداریم، تاریخ نشون نمیده. هی میگن چین اوله. چین بابا جمعیتش میلیاردیه، یه هفتم کره زمین اونجا زندگی میکنه. ایران که بابا چیه بابا، 80 میلیون جمعیت چیکار داره با اون؟ یه دهم اونم نی؟ یه دهم چیه؟ واقعا حیرت انگیزه اینجوری حمایت کردن از جمهوری اسلامی، باور نکردنیه. زدن این، اون حرف علی کریمی رو خوندم چند بار، اشکال داره، میفهمم، درست میگی، اما حرفشو بخوای تصحیح کنی میشه این که اونی که به هر نحوی اینو میزنه نگران رفتن اینه، نمیتونه پیدا کنه خودشو در بعد جمهوری اسلامی. بابا اون یه چیز عجیب و غریب بود، پیغمبرها هم چی کاری نتونستن بکنن، سفیرای کشورها رو بیاریم وایسن پشت منتظری گربه نره نماز دلاراست بشه و هم نگاه میکرد چی کار کنن. دیدی ویدیوشو؟ بیدار شیم. ما هیچ راهی جز بیداری نداریم. جامعه خارج کشور خفته است. به همین دلیل هر وقت در ایران اتفاقی میفته یه سکی به این زده میشه، این یه چشو وا میکنه میگه آن چی شد، دوباره میره به خواب نشه. در حالی که اومد بیرون که راه داشته باشه کمک کنه. گفتم تو اون مقاله‌ای که می‌نویسه سال 2008 دکتر نوریالا و میگه این سرمایه ملی باید ازش نگاه کنیم، مثل گل قالی بهش نگاه کنیم، توضیح میده که چرا در داخل ایران نمی‌شود. بنابراین باید در خارج شکل بگیره. در خارج هم بخواد شکل بگیره، ما کسی رو نداریم که این شاخصه‌هایی که رضا پهلوی داره داشته باشه. و سلام، نامه تمام. از اینکه دنبال کردی از تو نازنین سپاسگزارم. برای شما خوبان نازنین در هر کجای جهان که هستی آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما، ممنون. حیف 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 که جهان میگذرد و ایران نابود میشود.